داریم. مردم، من و همرزبانم در ارتش تا آخرین نفس در راستای احقاق حقمان در کنار شما ایستاده ایم. مسئله اول و آخر عدالت آزادی میهن است. درود بر شما. در سومین برنامه زاگرس با شما هستیم در آستانه نوروز باستانی. طبق معمول محور برنامه های ما معیشت نیروهای مسلح و در این برنامه خاص مسکن اونهاست و دو مهمان داریم. دو مهمان شهرام سبزواری از آلمان در ما با ماست در مورد نیروهای مسلح، معیشتشون، ایدی کارکنان، جلسه اخیر شورای عالی مسکن با جمعی از فرماندهان بلندپایه جمهوری اسلامی صحبت میکنیم و همراه دیگر ما خانم ملیسا امیرخیزی، مسئول مالی حزب لیبرال دموکرات های اروپا از بلژیک، که با ایشون هم در مورد تحریم ها صحبت میکنیم. اینکه چطور برای تامین مسکن نیروهای مسلح جمهوری اسلامی پول خرج نمیکنه و فرماندهان ناله میکنند از بیپولی و کمبود بودجه، اما کشتی های اونها تسلیحات و مهمات رو از طریق بنادر اروپایی به حزب الله و سوریه میتونه. خوش آمد میگم به هر دو مهمان. خانم امیرخیزی، متشکرم. درود بر شما، درود بر مهمان گرامیتون بانو امیرخیزی و حامد جان. خوشحالم که باز در خدمتتونم. ضمن اینکه همین پیشاپیش سال نو رو تبریک بگم به هموطنانمون، امیدوارم سال 403 سال دگرگونی باشه و پیروزی ملت ایران بر اشغالگران. البته ما میگیم که شما مهمان هستید، اینجا یک ساعتی هستش که خانه خودتون. خواهش بود. شهرام، 26 اسفند شورای عالی مسکن به ریاست ابراهیم رئیسی در تهران تشکیل شد. تقریبا تمام فرماندهان ارشد در آن حضور داشتند. عبدالرحیم موسوی فرمانده ارتش، سلامی فرمانده سپاه، رادان فرمانده فراجا نیروی انتظامی، وزیر کشور، وزیر شهرسازی، همینجور محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و سایه علی خامنه‌ای تیمسار یا تیاری و همینجور شیرازی، بله شیرازی، و اون یکی فرمانده عزیز رشید که همه کار است گویا در بیت. اینها جمع شده بودند در مورد مسکن نیروهای مسلح صحبت کنند. منها اینکه از بودجه ها و مشکلات نالیدند، یک سری هم اعترافات کردند در راستای همون حرفایی که مدت هاست خود شما سایر نیروهای مسلح میزنند. اگر آقای شهرتی اسلاید S1 و S2 رو نشان ما بده، گفتن که 10,000 واحد مسکونی تحویل میدیم به نیروهای مسلح، در واقع به ارتش. ابراهیم رئیسی نگفت که چقدرش قراره به کدام سازمان برسه. حسین سلامی گفته 100,000 نفر از پرسنل سپاه فاقد مسکنند. از حقوق پایین کارکنان و وضعیت دشوار اونها هم نالیده، گفته که اینها اگر بهشون مسکنم تعلق بگیره چون حقوقشون پایینه نمیتونن پرداخت کنن. عبدالرحیم موسوی فرمانده ارتش گفته واقعیت اینه که کارکنان نه آورده آنچنانی دارن، منظورش حقوق بوده، و نه توان باز پرداخت اقساط رو دارن. سال 1396 که ایشون آمد و فرماندهی ارتش رو در واقع بهش سپردن، وعده هایی داد. در اون وعده ادعا کرد که پرسنل رو صاحب خانه می کند، مسکن اونها رو برطرف می کنه، مشکلات مالی اونها رو برطرف می کنه. سالها گذشت و نشد و عذرخواهی کرد. ویدیوی عذرخواهی رو اون رو ببینیم آقای شهرتی، فکر می کنم M1 باشه. برگردیم با شهرام باشیم. بگم چون ممکنه جای دیگه فرصت اینجوری گیر نیاد. من در اون شهریور 96 با محاسبه و البته با توکل به خدا یه سری قول داده بودم، یه سری برنامه اعلام کردم با صدای بلند. از جمله یکی این بود که گفتم انشالله به یاری خدا ظرف 5 سال دغدغه معیشت رو در ذهن مبارک حضرت آقا و از دغدغه فکری کارکنان ارتش برطرف میکنم. متاسفانه موفق نشدم.
یعنی تقریباً یک مورد که موفقیت نداشتم درش، اون بقیه چیزایی که گفته بودم تقریباً همشون به انجام شد، ولی این موفقیت نداشتم این موضوع بود. و همینجا در حضور همه ارتش از منظر فرمانده معظم کل قوا هم عذرخواهی میکنم، هم از همه خانواده های محترم و صبور ارتش جمهوری اسلامی ایران عذرخواهی میکنم که نتونستم به این برنامه هم عمل کنم. حالا بالاخره این یه اندک آبرویی رو که داریم ما خود خدا داده. حالا اگر تصمیم گرفته کم و زیادش کنه خودش میدونه، ما در کار خدا دخالت نمی کنیم. بنده چه دعوی کند، حکم خداوند را. البته هنوز یک ماه مونده، هنوز ما ناامید نیستیم به قدرت خداوند، ولی خب بنابراین اینو در حضور جمع شما گفتم که اگر خواستید این عذرخواهی من رو به هر جایی هم منتقل کنید بکنید. یعنی شهرام سبزواری دیدیم این بچه آخوندو دیدیم حامد جان، اگه یادت باشه این سر اون فشاری بود که همه جانبه بهش آورده بودیم، پرسنل حق ماموریتاشون دیر شده بود، حتی پول یومیهشون عقب افتاده بود، پاداش آخر سالشون عقب افتاده بود، حقوقها رو نداشتن بدن، پول لباس نداده بودن، پرسنل همه داشتن اعتراض میکردن و حتی حقوقها رو اگه یادت باشه اون طرح کشیدن بیرون از بانک ها بود، یعنی همه پولشون رو داشتن از بانک ها میکشیدن بیرون، به محضی که حقوق واریز میشد فرداش پول رو در میاوردن به خاطر اینکه بانک حکمت رو به ورشکستگی ما برسونیم. اون مطالباتی که داشتن و مطالبه گری که داشتن از این فرمانده کل ارتش میکردن و بعد از اون حمله سایبری به سایت بیت رهبری که حالا همون شیرازی که شما نامشو بردید، اینو خواستن تو بیت رهبری این بچه ها خوند و فرمانده کل موسوی رو، گفتن جریان ارتش چیه که اینقدر سر صدا اومده و دارن تجمع میکنن و قراره بیان دم بیت وایسن و فلان اینا. این اونجا دستپاچه شد به خاطر یه سری محدودیت ها که نمیتونست همه یگان رو بره، یه سی دی فرستاد و برنامه 5 ساله عنوان کرد که وام میده، مسکن میده، نمیدونم پول لباس ها رو میده، حق ماموریت ها رو میده، عقب مونده ها رو میده. راست میگه، بخش شاید بهت بگم اونایی که خیلی ساده بود و مبلغی نبود اونا رو عمل کرد، ولی چجوری عمل کرد؟ رفت مثلا از مجلس وام گرفت، اعتبار وام گرفت، به پرسنل برداشتن 6 میلیون تومان وام دادن با تمام ضوابطی که خودت میدونی اغلبشون نمیتونستن بگیرن، 80% نمیتونستن اون وامو بگیرن، ولی برای خودشون نفری اون زمان سال 96 50 میلیون تومان وام برداشتن، فرماندهان ارشد 100 میلیون تومان وام برداشتن، 6 میلیون کجا 100 میلیون، یعنی به اسم پرسنل گرفتن به کام خودش. همون موقع بود که برج هروی پاسداران رو تقسیم کردن باز بین خودشون، سر پرسنل کلا گذاشتن، فولاد صاحب و فروختن دوباره برگردوندن به مالک اصلی، پول پرسنل رو بدون سودش برگردوندن، بدونی که کلا گذاشته بودن سر پرسنل، سهام یه شرکت ورشکسته رو بهشون فروخته بودن، بعد که پا گرفته بود دوباره اومدن چیکار کردن؟ این وسط پولش بالا کشیدن، اون پول به پرسنل گفتن هرچی پول دادین بیاین بگیرید ببرید. پول کی داده بودن؟ 10 سال قبلش، یعنی با توجه به تورم ایران حساب کنی عملا پول پرسنل رو سوزوندن تو این داستان. این خیانت هایی بود که موسوی کرده، حالا اومده میگه من عذرخواهی هم میکنم. نه، این آقا هیچ کدوم عمل نکرده، پهنه 30 چیتکر رو فروخته بودن به سپاهی ها، یعنی در اختیار سپاهی ها و شهرداری و اینا گذاشته بودن، جوری شده بود این کلاهبرداریشون که پرسنل ارتش دست به دامن یک سپاهی شده بودن به نام کاملی که اونجا یه واحد داشت، بره حق و حقوقشون رو از عباس‌زاده رئیس بتاجا، رئیس وقت بتاجا بگیره. حالا مفصل جلوتر بریم قشنگ توضیح میدم. این آدم بچه آخونده دیگه، اصلا حرف زدنش آخوندیسمه، مدل کلاه گذاشتنش هم آخوندیسمه، ولی دستشون دیگه رو شده اینا.
این حالا بریم من راجع به خونه های سازمانی توضیح میدم، میگم چه اتفاقاتی افتاده پشت پرده این داستان ها چی بوده و چه پول های اینا به جیب زدن، سهم پرسنل کجاست و چه اتفاقاتی داره تو ارتش میفته. رادان در همین جلسه شورای عالی مسکن گفته که 70% حقوق پرسنل صرف مسکن اونها میشه. اون هم ناله کرده و در واقع درخواست کرده که کمک بکنن برای ساختن. گفتن زمین کمه در بعضی از شهرستان‌ها که اصلا زمین نیست و باید فکری به حال اون بکنه. ولی اینکه تاکید میکنه شهرام که این بچه آخونده، درسته عبدالرحیم موسوی، حالا بزرگترین دغدغه‌ش شنفتی خودش میگه عذر میخوام از اینکه نتونستم سر غلام وایسم، اما فکر میکنید بزرگترین آرزوی او چیست؟ آقای شهرتی فایل M2 رو نشون بدید ببینیم بزرگترین آرزوی فرمانده ارتش جمهوری اسلامی چی؟ بزرگترین آرزوم این هست که فلسطین به فلسطینیان برگرده و ما بتونیم در مسجد الاقصی نماز بخونیم. این چیزی هست که همیشه تو ذهنم، دلم میخواد یه ارتشی در شأن ملت ایران بسازم. ارتش ما خیلی ارتش خوبی است، خیلی ارتش نجیبی است، ارتش پایه‌کاری است، ارتش موفقی است، ارتش مقتدری است، ولی شأن ملت ایران خیلی بالاتر از این چیز هاست، خیلی بالاتر از این چیز هاست. من واقعا دنبال اینم که یه ارتشی درست کنیم که شایسته ظهور باشه و انشالله بتونیم به اونجا برسیم. بله، دنبال نماز خواندن در بیت المقدس هستند و حامد یه بخشی هم داشتین میونه کلمت، ببخشید یه بخشی داره این که میگه من دوست داشتم جانشین بسیج باشم، اون بخشش شما ندارید، میخواد مثلا با همین حفظ سمن با درجه سرلشگری بره جانشین بسیج هم بشه. آره، عرض کنم خدمت شما سالیان نیروهای مسلح درآمدهای خوبی دارن در خب اجازه بده حالا میرسیم به اونجا. من عرض کنم خدمت شما راجع به اون زمین ها که صحبت کردی و آورده ای که مثلا موسوی گفته، ببین آورده ای که میگن یعنی پسنداز، با توجه به وضعیت معیشتی که خیلی به هم ریخته است، خودمون میدونیم دیگه بچهای نظامی 8.5 میلیون تومان حقوقشون شروع میشه، الان گوش کیلو 950,000 تومانه، از 8.5 میلیون تومان حقوقشون شروع میشه با توجه به اینکه اجاره خونه دارن و گرفتاری دارن و خونه های سازمانی که قطعا بهشون نمیرسه، اگرم برسه باز 2 میلیون تومان از همون حقوق باید بدن برای نگهداری خونه های سازمانی شروع میشه تا نهایتا 20-25 میلیون تومان افراد بدنه ارتش دیگه، حالا از درجه من گروبانی حساب کردم تا سرنگی یه چیز وسط رو گرفتم تا 20 میلیون تومان، حالا نگن دیگه خیلی سیاه نمایی کردیم و فلان، که واقعیتش این نیست، وقتی کسورات میخوره به زور 17-18 میلیون تومان میشه. یه همچین حقوقی ارتشیان دارن. موسوی بر اساس این میاد میگه ارتشی ها یا نیروهای مسلح آورده نمیتونن داشته باشن به خاطر اینکه پسندازی ندارن و پولی نمیتونن بیاره. این مسئله ای هم که اومدن الان مطرح کردن، رادان میگه ما زمین نداریم و رئیسی دست به دامن شده، دست به دامن ارتش شده. شما میدونید زمین های شرف ارزی که اون موقع شاهنشاه در اختیار ارتش ایران گذاشته بود بهترین زمین ها و در بهترین نقاط شهرها و استان ها قرار داره و حساب کتاب نداره، اون زمین ها حساب کتاب نداره از نظر ابعادی عرض میکنن. اینها چشم دوختن مثل سفشیشی که بالا کشیدن، مثل زمین های اقدسیه که بالا کشیدن، چشم دوختن به پادگان های ارتش. حتی پارسال میخواستن، نه ببخشید 3 سال پیش میخواستن زمین های هوانیروز کرمان یا هوانیروز اصفهان هم بالا بکشن که همین قربانی که عوضش کردن اجازه این کار رو نداد. حالا یه ذره از ما بریم جلوتر و توضیح میده. خانم امیرخیزی، اولا خوش آمد میگیم به شما در برنامه زاگرس. سالیان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از سهم نفت و گاز و پتروشیمی خب بودجه ثابتی دارن، هر سال هم اضافه تر میشه. این تازه درآمدهایشون بر اساس ردیف بودجه سالیانی است که دولت میده. بخشی از درآمدهاشون که اصلا بی حساب کتابه، اون بخشی که در قاچاق نفت و میعانات دخالت دارن، اون درآمدهایشون بابت قاچاق مواد مخدر و انواع اقسام دلالی ها و پولشویی ها.
روزنامه تلگراف هفته گذشته گزارشی رو منتشر کرد در مورد اینکه از 3 بندر اروپایی دست کم در ایتالیا، اسپانیا و بلژیک، جایی که شما اونجا در پارلمان مسئولیت دارید، از بنادر اونجا سوء استفاده میکنن، قاچاق مهمات و سلاح میکنن به لبنان و سوریه. با توجه به مسئولیتتون میدانید که این اروپایی ها دستگاه نظارتیشون روی جابجایی و قاچاق چقدر حساسه. چطور بعد از این همه سال این گزارش تازه بیرون اومده؟ دستگاه نظارتی چه میکردن؟ هدفشون فکر میکنید چی؟ با تشکر از شما از دعوتتون در برنامه خوبتون. بذاریم اول یه نگاهی بندازیم به اینکه جمهوری اسلامی در اروپا کجا هست؟ جمهوری اسلامی در واقع یک پایگاه بسیار قدرتمندی رو در اروپا داره و اون چیزی که الان تقریبا نزدیک از دسامبر سال 2022 در تلاش بودیم که در واقع سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی قرار بدیم، خب یکی از دلایلش به خاطر تمام این شرکت‌های بین المللی و شخص‌هایی هست که در تمام اروپا در واقع هستن و مشغول به لابی کردن برای جمهوری اسلامی هستن. در ماه اکتبر سال 2022 من این مثال رو میزنم که برسم به این که چطور از بندرها به این راحتی استفاده میشه. موقعی که ما پرونده ابر آروان رو در داخل در واقع پارلمان قرار دادیم برای تحریم، خیلی راحت نزدیک 100 خورده شرکت‌های اروپایی دچار مشکل شد. یعنی مشکل این که دراشون بسته بشه. آیا این شرکت‌ها کاملاً اروپایی بودن؟ نه. در پرونده ابراروان اگر داخلش برین میتونین ببینین که صدها نفر آدم‌های معمولی مثل من و شما در اختیار جمهوری اسلامی هستن و برای اونا کار میکنن، از بچه های جوان، از سن های بالا، از آدم های معمولی که در جاهای های بسیار معمولی توی جامعه اروپا زندگی میکنن. برسیم به بخش این که چطور به این راحتی میتونن از این بندرها استفاده بکنن. اولا که اگر دقت کنین بندرهای بزرگ رو استفاده میکنن. خب چرا؟ به خاطر اینکه بندرهای بزرگ این اجازه رو میده که ویژگی‌های راحت‌تر برای پنهان کردن و اینکه میتونن با تغییر توی اسناد و کانتینرها خیلی راحت این رو بارگیری بکنن و خیلی راحت میتونن این در واقع یه ماسک روش بزنن و تغییرش بدن و به همین دلیلی که از در واقع بندرگاه‌های بزرگ استفاده میکنن. در واقع فکر کنم پارسال بود در مورد اینکه جمهوری اسلامی از طریق ناپولی ایتالیا در واقع مواد مخدر وارد اروپا میکنه و یه سری مقالات و گزارش هایی ازش اومد بیرون که در واقع جمهوری اسلامی در واقع سپاه یکی از پایگاه های بزرگ مافیای مواد مخدر در ناپولی هستش. الان هم میبینیم که خیلی راحت با استفاده از بندرهای ایتالیا و بندرهای بلژیک خیلی راحت میتونن این اسلحه هاشون رو راحت داخل برای حزب الله بفرستن. در واقع میچرخونن، این یه نوع چرخوندن سفید کردن بارشون از طریق اینجور بندرها هست. البته هنوز وارد در واقع نقطه در واقع چی میگم در واقع دیتیلش نشدن که بدونن واقعا چه اتفاقی افتاده، چون به هر شد وزیر امور خارجه باید حتما جوابگو باشه که آیا در این مسئله اطلاع داشته. ولی در کنار همه اینها میدونیم که بزرگترین مشکل ما در مورد جمهوری اسلامی اینه که قدرت و پایگاه جمهوری اسلامی در مخصوصا در اروپا بسیار قوی. همین چند روز پیش اخباری اومد بیرون از اینکه بسیار از بانک‌های دو تا از بانک‌های معروف انگلیس، بریتانیا، خیلی راحت با جمهوری اسلامی برای جمهوری اسلامی در واقع شستشوی مالی میدن و
میبینیم که بانکی توی آلمان در هامبورگ هست که خیلی راحت این کار میکنه و تعدادشون بسیار زیاده. و دلیل اینکه اصلا سپاه در لیست تروریست قرار نمیگیره یکی از همین دلایلش، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی بسیار پایگاه قوی داره و نه تنها خودش، اتباع خارجش و همچنین کشورهای دیگه خیلی راحت باهاش در واقع کار میکنن در خارج از ایران. یعنی اونجوری که از صحبت‌های شما متوجه شدم، یکی از دلایل اصلی که سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار نمیدن اروپا و انگلیس، دلال‌ها و شبکه بنگاه‌های اقتصادی است که همچنان با سپاه در ارتباطن، درسته؟ بله، به خاطر اینکه اقتصاد خود اروپا هم در دست اینهاست از نظر در واقع دلال‌هایی که کار نفت رو انجام میدن، دلال‌هایی که در داخل فرانسه برای جمهوری اسلامی کار میکنن و این معامله نفتی رو انجام میدن یا سفید کردن پول‌های جمهوری اسلامی از طریق فروش ماشین ها و توی آفریقا و سفید کردن پولشون در کشور فرانسه به همچنین. و حتی میبینیم که یه سری از شرکت هایی که داریم باشون کار میکنیم میبینیم که خیلی راحت برای سپاه دارن مثلا قایق های تندروی سپاه رو میسازن به کشور سوئد هستش. یعنی اقتصادشون هم دست در واقع گره خورده، اقتصاد اروپا هم یک جوری گره خورده به وجود سپاه و متاسفانه یکی از بزرگترین دلایل نذاشتن سپاه در لیست تروریستی این ایجاد در واقع ضربه‌ای که به اقتصاد خود اروپا هم میزنه و تا زمانی که نتونن این در واقع این دست‌های سپاه، حالا چه از نظر سهام چه از نظر کار کردن با کشورهای اروپایی و شرکت‌های بین‌المللی رو در واقع از داخل سیستم مالیشون بیرون نیارن و جایگزین نکنن، متأسفانه مشکل خواهد بود همچنان، ولی این یکی از دلایلش است. جناب سبزواری، از قدیم گفتن چراغی که به خونه رواست به مسجد حرامه. این همه پول، این همه صرف مهمات و تسلیحات لبنان و حوثی ها رو کردن، چرا به پرسنل نمیرسن؟ اونا چشونه؟ خودت میدونی که همونجور که بانو امیرخیزی فرمودن، پول هایی که اینا دارن سفیدشویی میکنن و خرج میکنن بیشتر داره صرف نیروهای نیابتی میشه. شما اگه حساب بکنی هر شخصی در حزب الله داره خدمت میکنه یا در اسمش نمیشه گفت خدمت، مزدوری میکنه برای حزب الله و برای غزه داره مزدوری میکنه برای حماس و فلان، $1,500 حقوقشونه، بین 1000 تا 1500 دلار هست. حالا من از شما سوال میکنم حقوق یک افسر ارتش ایران چقدره؟ $200، $250، $300 آخرش. وقتی یه همچین تفاوتی هست به نظر شما اینا میان مثلا پولا رو خرج پرسنل ارتش بکنن که فردا روزی که هر ثانیهش هم از کودتا و از برگشتن به سمت مردم و اینجور صحبتاش بترسن؟ سپاه که بازوی خودشونه و اصلا رأس سپاه کلن مال خودشون، الان هم که چشم طمع بستن به اون تهمونده ارتش، یعنی زمینایی که شاهنشاه به ارث گذاشته برای ارتش، میخوان اونا رو از چنگ ارتش درارن. با توجه به این خودفروخته بودن فرمانده ها، یعنی فرمانده ها درست سپاهی نیستن، دانشکده افسری ارتش رفتن، ولی چون میخوان ادای سپاهی ها رو درارن از اونا کثیف‌ترن فرمانده های ارتش. و برای اینکه ثابت کنن گوش به فرمان ولایت هستن و ذوب در ولایت هستن، همه چیز ارتش رو دارن میدن به ولی فقیه. خب این مسئله است. شما اگه بریز به پاش سپاه قدس و توی کردستان عراق، در نمیدونم غزه، در سوریه، در حشد و شعبی، در اینا رو ببینی، اگه این بازو زده بشه، اگه نتونه این بریز به پاش سپاه پاسداران بکنه در یمن و حتی در پاکستان، در افغانستان، خب قطعا اون پول برمیگرده برای تشکیل شدن ارتشی که امروز خسته است، پرسنلی که به قول موسوی خودش اعتراف کرده آورده ای ندارن. خب این بی‌عرضگی یه فرمانده است که پرسنل نمیتونن آرامش فکری داشته باشن و نمیتونن یه معیشت مطمئن داشته باشن برای زندگیشون. اینها تازه اعتراف کردن به بی‌عرضگی خودشونه که حتی نتونستن کمترین رو برای پرسنل نظامی تعیین کنن. یعنی شما یک ارتشی
اروپایی یا یک ارتشی آمریکایی رو نمیبینی که مشکل مسکن داشته باشه. دغدغه تهیه کردن مسکن، دغدغه تهیه کردن خوراک روزانه، دغدغه پوشاک داشته باشه محال یک ارتشی آمریکایی یا اروپایی داشته. ولی در ایران اینو ما میبینیم. کمی اونورتر حشد و شعبی هیچ کدومشون دغدغه زندگی ندارن، همونجور که در تونلا و در مسائلی که میبینیم پول نفت اوورد در اختیار همهشون هست. ولی بچه های ما، پرسنل ما دغدغه تامین معاش، دغدغه تامین خوراک دارن، توی رستوران ها گارسونی میکنن، بعضا توی خونه ها سرایداری میکنن. و دیگه ببخشید مجبوریم خیلی چیزها رو بگیم دیگه، دست به کلی فروشی و قرنی فروشی هم زدن پرسنل ارتش. این حال روز ارتش امروز ماست متاسفانه. مسئله بسیار اساسی است، همونجوری که شما گفتی شهرام جان. ایدی این هم واگذار شده به زحمت 3 میلیون 4 میلیون دیگه، نهایتا اگر خیلی قبه ها و درجاتشون سنگین باشه 5 میلیون گرفتن. فریبرز کرمی زند، افسر سابق پلیس، جزو مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی، یک پیام ویدیویی 2-3 دقیقه‌ای داشت. آقای شهرتی فایل F1 که اون رو بشنوی. پیشا پیش نوروز باستانی رو به تمام ایرانیان تبریک میگم. امیدوارم سال آینده سالی سرشار از موفقیت‌های شخصی برای همه شما و سال پیروزی بر جمهوری منحوس اسلامی باشه. صحبتی داریم با نیروهای مسلح، البته با اون قسمتی که سرکوبگر هستن و دستشون به خون هموطنان ما آغشته است هیچ صحبتی نداریم. اونا در هر جایگاهی که باشن، هر لباسی رو که بر تن کرده باشن، عامل بقای جمهوری اسلامی هن. اون جنایتکاری در خونشونه. حتی اگر در نیروهای مسلح هم استخدام نمی شدن، همون مخبرها و آدم فروش هایی می شدن که برای جمهوری اسلامی فعالیت می کنن. ایدی براتون واریز کردن آقایان نیروهای مسلح. چقدر؟ 2,500,000 تومان، کمتر از 50 دلار. حالا شاید برای ارتش و سپاه یک مقداری فرماندهان دست و دلبازی کرده باشن و بخوان یک باجی رو به پرسنل بدن. این مبلغ 2.5 رو حالا با این ور اون ور به نزدیک 4 تومن تا 5 تومن تبدیلش کرده باشن. حالا شما با 5 میلیون که کمتر از 100 دلاره چه کاری میتونی انجام بدی؟ گفتم ایدی مصوب 2,500,000 تومانه و اکثر پرسنل نیروهای مسلح همین رو دریافت کردن، حالا برخی ها بیشتر. با این مبلغ چه کاری میتونی انجام بدی؟ میتونی خانوادتو تامین کنی؟ میتونی تو این ایام عید یک تفریح ببریشون؟ میتونی به دوستات و اقوامت سرکشی کنی و به بچه های اونها ایدی بدی؟ امکان تهیه لباس برای خودت و کل خانواده موجوده. من دارم در خصوص حقوق نیروهای مسلح و ایدی که دریافت کردم میگم. حالا کاری ندارم شاید شما شغل دوم و سوم هم داشته باشی، اما به عنوان یک نظامی این حقوقی که به شما میدن کفاف زندگیت رو میکنه. تا کی میخوای این وضعیت رو تحمل کنی؟ تا کی میخوای یوغ بردگی آخوندها رو دور گردنت بندازی؟ فردت میاد بذار بیاد، طبیعی مملکت ما داره نابود میشه. حالا شما یک مقدارم بهت بر بخوره جای دوری نمیره، شاید بیدار بشی از این خواب، شاید ببینی چه بلایی داره بر سر ایران ما میاد، چه بلایی داره بر سر خانواده خودت میاد، بچه های خودت، نسل های بعد از خودت. خودتون مقصری برای اینکه نشستی و نگاه کردی. به خودت بیا، تا کی میتونی رو تحمل کنی؟ ابراهیم رئیسی بعد از خیزش ملی 1401 کمیته ای رو، البته کمیته ویژه ای رو تشکیل داد تا بررسی کنن ابعاد مختلف اعتراضات مردم و نتیجه اون گزارشاتش رو امروز منتشر کردن در یک گزارش مفصل. البته به نظر میرسه بیشتر جوابیه‌ای بود به گزارش هفته گذشته حقوق بشر سازمان ملل که اثبات کرده بود جمهوری اسلامی مرتکب جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت شده و ادعا کرده بودن در این فقط 202 نفر کشته شدن در جریان اعتراضات سال گذشته. و خیلی جالبه که طلبکارانه گفتن در مردم دست کم بیش از 4500 نفر از نیروهای پلیس، سپاه و بسیج رو مصدوم کردن. این هم وقاحتشون رو که به اوج میرسن نتیجه گزارش بعد از یک سال و یک مورد، حتی یک مورد رو نپذیرفتن که به مردم شلیک کردن. ادعا شده که اصلا از سلاح‌های جنگی و
گرم استفاده نکردن مگر پینتبال، تفنگ‌های پینتبال. در این گزارش حتی در مورد مهران سماک که در بندر پهلوی مستقیم توسط فرمانده نیروی انتظامی اونجا کشته شد هم اشاره‌ای نشده، چیزی که خود جمهوری اسلامی پذیرفته. او اخراج شده، از پروندهش در دستگاه قضایی دنبال میشه، به اونم حتی یک مورد اشاره نکرد. از اینکه بگذریم، بحث نارضایتی نیروهای مسلح هرچه بیشتر میشه، نگاه ها به سمت اینکه ریزش این ساختار میتونه به جنبش آزادی خواهی مردم ایران کمک بکنه اون هم بیشتر مطرح میشه. رضا تمیزکار از پرسنل سابق نیروی انتظامی در مورد ریزش نیروهای مسلح یک توییت داشت. آقای شهرتی میتونیم اون توییت رو ببینیم؟ توییت یک اسلایدی است که کی یک باید باشه. بله، یک اسلایدیه. بله بله، و کاملا واضح نوشته. از من میپرسن که شماری که آیا ریزش نیروهای مسلح میشه روش حساب کرد، کمکی به مردم میکنه، امیدوار میشه بود؟ پاسخ میده بله. پرسید آیا شامل نیروهایی که در سرکوب و جنایت دست داشتن هم میشه، یعنی باید به اونها هم امیدوار بود؟ پاسخ داده خیر، کسانی که در سرکوب ها شرکت گسترده داشتند و مرتکب جنایت شدند نمیشه روی اونها حساب کرد. اتفاقا آزاده رضا پهلوی در دو سه مصاحبه و جلسه تقریبا ویژه‌ای که داشتند، بخش زیادی از اون جلسه رو به مسئله نیروهای مسلح، نیروهای نظامی سپاه پرداختند و از جمله جلسه‌ای که با جمهوری خواهان حامی ایشون بود. فایل اول رو اگر بتونیم بشنویم، بعد من نظر مهمانان رو راجبش میپرسم. آقای شهرتی، فایل آقای یک رو اگر بتونیم پخش کنیم. من آخر خط که میرسیم دوستان، همه چیز برمیگرده که نیروهای مسلح محافظ نظام آیا در مقابل مردم میستن یا نمیستن. این واقعا مهمترین نکته است. و اگه ما با برخورد انتقامی بیایم، در واقع داریم میگیم که تو آینده ای نداری. برخورد انتقامی تضمین بقای این حکومت خواهد بود دوستان. برخورد انتقامی باعث ادامه این حکومت خواهد شد. اما اگه برعکسش بگویم که ما دنبال این انتقام نیستیم، ما برای فردایی داریم کار میکنیم که توی سپاهی، توی بسیجی، توی ارتشی یا هر کسی دیگری تو مملکت یه جایی تو اون فرمول خواهی داشت، به شرط این که اما همین اصولی که ما بهش باورمند هستیم شما هم باشید. یعنی مقابله با هر نوع تبعیض، یعنی یک دید کثرت‌گرا که جامعه متکثری هستیم با عقاید مختلف و خواست‌های مختلف و سلیقه‌های مختلف، این که برو برگرد نداره، و قبول این و تحمل این، این دیگه مسئله سازمانی و تشکیلاتی نیست دوستان، این فرهنگسازی است. اون فرهنگسازی که باید ایجاد بکنیم. تولرنس به شکل طبیعی به وجود نمیاد. به همون اندازه‌ای که افرادی که تبعیض قائل میشن بایستی فرهنگ تالرنس رو تو مملکت تقویت بکنی، یعنی احترام به عقیده دیگری. یعنی اگه من و شما سر یه موضوع مخالفت داریم با هم، مخالف هم هستیم ولی دشمن هم دیگه که نیستیم. شهرام، شنفتی صحبت شاهزاده رضا پهلوی رو؟ آیا تو نیروهای مسلح آموزش های ملی و میهنی در حدی بوده که آنها به ویژه نسل جوانشون با وجود این همه نارضایتی که در بخش اول برنامه صحبت کردیم در جایی بشه بهشون امیدوار بود کنار مردم بیستن؟ آیا این امیدواری در بین نیروهای مختلف متفاوته؟ از فرماندهانش چه میشه توقعی داشت؟ آیا این توقع که از رأس فرو بپاشد منطقی است؟ ریزش فقط در جامعه سیویل پیش نمیاد. خب من خدمت شما عرض کنم که اول بگم که
برداشتم از صحبت‌های شاهزاده چیه، بعد ادامه بده. آره، اینا عرض کنم خدمت شما، شاهزاده داره از یک سیاستی استفاده میکنه که سربازی که بدون آخر کارش مردن هست، بدون آخر کارش مجازات هست، بدون هیچ برنامه‌ای براش وجود نداره، تا آخرین نفس و آخرین گلولش میجنگه، بعد میگه خب وقتی که قرار من بمیرم بذار حداقلش تا آخرین ثانیه مقاومت کنم بعد کشته بشم، حالا یا کشته بشم یا اینکه میتونم نجات بدم خودم رو دیگه، امیدش قد نشه. ایشون داره یک راه دومی در مقابل نیروهایی که وابستگی خودشون رو به رژیم دارن میذاره، میگه اگه شما جایی رسیدید که میتونید برگردید، یعنی به اون مرحله رسیدید که میشه برگردید، راه بازه، میتونید برگردید، میتونید سلاحتون رو زمین بذارید، حتی میتونید سلاحتون رو برگردید سمت حکومت، از مردم دفاع کنید. اینو باید این شکلی دید که ایشون داره یک راهی میذاره برای اینکه اون سرباز یا اون نیروی سرکوب یا هر نیرویی که وابستگی آنچنانی به رژیم داره تا آخرین لحظه و آخرین توانش مقابل مردم ایستادگی نکنه و هزینه انقلاب ملی رو بالا نبره. این در درجه اول. در درجه دوم، همونجور که خودت هم میدونی، بحث ملیگرایی تو ارتش واقعا بحث قوی هست و این از ارتش برنگشته. حالا میاد توی بحث ایدئولوژی که میشه حفظ نظام، اونو درصدش متفاوته. یه وقت میبینی شما توی بدنه ارتش یه خطه هستن اعتقاد دارن، هنوز یه چیزایی رو باور ندارن، هنوز به یه چیزایی چیزن پایبندن به یه سری مسائل. باید دید که چی میشه دیگه اون داستان، میدونید چه عرض میکنم، باید پای کار قرار بگیرند و اون موقع پای کار پای کار نه هستم. خب پس ادامه میدی؟ خب چون قطع شدید قطع کردم اونو. بله یه لحظه چه شد خدمتتون عرض کنم که میخواد که این پرسنل به سمت مردم بیاد. در درجه دوم، ملی‌گرایی در ارتش همونجور که خودت میدونی میخواستن حتی قسمهای صبحگاه رو عوض کنن، نتونستن دست ببرن توش، پرسنل ارتش قبول نکردن. پرسنل تکاور هنوز اون شعارهای ملی‌گرایانه‌شون رو دارن، هنوز اون حرفای ملی‌گرایانه در صبحگاه‌های آموزش نظامی دیده میشه، تو دانشکده افسری هست، تو مراکز آموزشگاهی هست اون صحبت ها. حتی من میتونم به جرئت بگم کسانی هم که میفرستن سوریه و نمیدونم لبنان و فلان و اینا به اسم این که شما میرید مثلا دشمن رو در آن سوی دنیا سرکوب میکنید و اونا اونجا که سرکوبشون میکنید اونا نمیتونن بیان به مرزهای ایران تعرض کنن، میفرستن. باز این یه خط ملیگرایانه توش دیده میشه. مهم اینه که این پوسته ماهیت اصلی این رژیم برای نیروها برداشته بشه و اپوزیسیون واقعا برنامه‌ای داشته باشه برای جذب نیروهای ریزش. اون قسمت از سوالت که پرسیدی که آیا فرماندهان میشه بریزن یا نه، نه فرماندهان اصلا باید شما از ذهنتون خارج کنید. تمام بس تمام صحبت ما برای ریزش روی بدنه میچرخه، روی پرسنلی میچرخه که هنوز خودشون رو نفروختن در این حدی که آلوده لجن این جمهوری اسلامی بشه. بخش دوم صحبت‌های شاهزاده رضا پهلوی رو هم در یک ویدیوی کوتاهتون رو هم بشنویم، برگردیم به خانم امیرخیزی. آقای شورنتی زحمتش رو میکشید. ببین ریزش فقط در جامعه سیویل پیش نمیاد، در نیروهای انتظامی هم پیش میاد. اتفاقا من همراه این فرمول ریزش حد اکثری این رو در قالب نیروهای انتظامی هم به کار میگیرم، ولی به همون اندازه که ما بایستی تکلیف نیروهای انتظامی رو با مردم یعنی اونها مشخص بکنن، باید درک بکنیم که شرایطی هست که آنچه که در دلشون هست نمیتونن بیان بکنن. من فکر کنم تعداد زیادی از بدنه نیروهای انتظامی با مردم هستن ولی گیرن تو این نظام و تا اون حرکت نهایی رو نبینن مشکله که بتونن موقعیت خودشون رو ترک بکنن و بیان به جامعه وصل بشن.
دو تا چیز هست. یکی این که در زمان این فرموبندی ما کاری بکنیم که نیروهای سرکوب راهی رو برای سرکوب مردم به این آسونی پیدا نکنن. مثلا عدم همکاری با نظام یه نوع نافرمانیست. همطور که اعتصاب هستش، اعتصاب کارگری میگن تو کارخونه ها نمیریم، در اصل یعنی سر کار نمیریم، در اصل میتونید تو خونتون بمونید، کسی نمیتونه بیاد در خونتون رو بزنه که به زور بگه اینجا چیکار میکنی برو سر کارت. یعنی خیلی بخوام با 60 میلیون نفر درگیر بشن در این مورد، نه پرسنلش رو دارن نه وقتش رو دارن نه امکانش هست. دو چیز باعث سقوط نظام میشه، یکی فلج کردنش، یکی ریزش. این هر دو چیز رو با هم بتونیم پیش ببریم، برای نظام چیزی نمونه که روش وایسته. اما مسئله تنها این نیست، مسئله ترس از آینده است. خانم امیرخیزی، صحبت‌های شاهزاده رضا پهلوی رو شنفتیم، به نکاتی اشاره کردند، یکی از اینها مربوط میشه به وظیفه نیروهای مسلح در چنین شرایطی. بعد از صحبت شما حتما راجع به اینکه نیروهای مسلح چه کاری میتونن تو این شرایط بکنن با شهرام مطرح میکنیم. اما سوالی که از شما دارم، خب زور مردم مسلما خیلی به شبکه مالی و پولشویی سپاه پاسداران و سپاه قدس نمیرسه. این وظیفه کشورهای اروپایی و آمریکایی است یا مدافعین دموکراسی با آن همه ادعا و امکانات که مقابل اون بایستن؟ صحبت های شما خب ناامید کننده میشه از این بابت که مردم چه کار میتونن بکنن وقتی که کشورهای اروپایی اینجوری مماشات میکنن، بنگاه ها رو چه کار میشه کرد، این دلال های اقتصادی رو که هر کدوم پشتشون به نفت و قاچاق گرمه چه میشه کرد، اپوزیسیون این وسط چه کاری میتونه بکنه که کمک مردم بشه برای پنچر کردن ماشین سرکوب؟ خب ببینین، دلیل این که در واقع سپاه 70% شاید بیشتر از 70% از روابط اقتصادی و سیاسی دولت جمهوری اسلامی رو در واقع چه با جامعه بین الملل چه در خارج از ایران و در داخل ایران کنترل میکنه. برای اینکه بتونیم کشورهای اروپایی رو همراه خودمون بکنیم، و این چیزیه که فکر میکنم بارها از گفته شده در مورد این مسئله، اینه که کشورهای اروپایی تا زمانی که مطمئن نباشن حفظ امنیت خودشون، یک، حفظ امنیت جامعه هاشون از نظر اقتصادی، و اینکه مطمئن نباشن که در واقع بعد از رفتن جمهوری اسلامی اون چیزی که به نفع خودشون هست همچنان اتفاق میفته. ببینید، در هیچ جای دنیا، هیچ انقلابی در دنیا فکر میکنم بدون کمک کشورهای اروپایی و سیایی اتفاق نمیفته. یعنی یکی از حضور، چه از انقلاب رومانی، چه از انقلاب خود ایران در سال 57 و بسیاری از انقلابهایی که دوی دنیا میبینیم، در واقع این نوع مذاکراتیه که پشت پرده در مورد روابط اقتصادی اون کشور و کشوری که قرار انقلاب در واقع داره رژیمش عوض میشه صحبت میشه. اگر بهار عرب نتونست اونجوری که باید باشه به دلیل اینکه لازم نبود که اون در واقع چی میگن انقلاب توی اون کشورهای عربی اون زمان اتفاق بیفته، به دلیل اینکه هنوز نیاز بود به فروختن اسلحه هاشون، هنوز نیاز بود به داشتن یک سری اتفاقات داخل کشورهای عربی. برگردیم به صحبت از شما در مورد سوال شما. برای اینکه واقعا بتونیم سپاه رو لیست تروریستی قرار بدیم، یک، باید اپوزیسیون، در واقع اپوزیسیون ایران یک اپوزیسیون قوی باشه، باید بتونه برنامه‌ای رو به جامعه بین‌المللی، به کشورهای G7 و کشورهای آمریکایی در واقع برنامه رو معرفی بکنه و بتونه در مورد برنامه آینده بعد از فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی صحبت بکنه. در پشت پرده باید حتما یک سری مذاکرات در مورد همین شرکت هایی که در داخل در خارج از ایران در واقع دارن همکاری میکنن با سپاه پاسداران،
اینا در واقع چی میگن بازوهای اقتصادی سپاه در خارج از ایران، ولی همچنان در واقع گره خوردن، این روابط گره خورده به همراه شرکت های بین المللی که از خود کشورهای اروپایی هستن. برای این باید برنامه داشته باشیم، برای برنامه بعد داشته باشیم. به همچنین اعتصابات و اعتراضات داخلی خودش یکی از عواملیه که میتونه کمک بکنه به اینکه جامعه بین‌المللی مجبور بشه جمهوری اسلامی رو، در واقع رژیم رو فروپاشی بکنه و به مردم ایران کمک بکنه برای این فروپاشی. برای این کار لازمه که مردم ایران به طور خیلی راحته که از اینجا بشینم و بگم که خب بعد اعتصابات و اعتراضات بشه 100% اشتباه، ولی برای قطع کردن بازوهای اقتصادی جمهوری اسلامی نیاز به تحریم ها داریم، به تحریم های درست داریم، به تحریم هایی که نه اینکه دولت های غربی در واقع سر ما رو گرم کنن با گذاشتن یه سری اسم ها در لیست ها و زمان بخرن برای خودشون، زمان بخرن برای اینکه پشت پرده بشنویم که توی عمان مذاکره میکنن، بشنویم پشت پرده در کشورهای دیگه نشستن و پای مذاکره هستن. پس اینا همه برای وقت خریدن. جمهوری اسلامی زمانی فروپاشی میشه و کشورهای غربی به ما کمک خواهند کرد، زمانی که مطمئن باشن که آیندهی بعد از انتخابات آیندهی درستیه، این که منافعشون در خطر نمیفته، این که اتفاق برای منافعشون نمیفته و این منافع همچنان ادامه پیدا خواهد کرد و اینکه مطمئن باشن که جنگ خیلی بزرگی هسته‌ای رو روی نخواهد داد. الان اگر میبینین که هنوز در واقع آست راسته میرن برای اینکه میخوان هنوز مذاکرات هسته‌ای داشته باشن. در همین 150 روز که از عملیات نظامی اسرائیل در غزه علیه تروریستای حماس گذشته، شرکت اسلحه سازی لئوناردوی ایتالیا 91% سود و شرکت اسلحه سازی راین متال آلمان 78% سود سهام داشته نسبت به مدت مشابه سال گذشته. شهرام، سرکوبگران نیروهای مسلح چیزی عایدشون نمیشه، چه در بسیج سپاه چه در نیروی انتظامی. ایدی هاشون رو که شنفتی فریبورز گفت بین 2 میلیون تا نهایتاً 5 میلیونه. چه چیزی این سازمان سرکوب رو همچنان منسجم نگه میداره و چه اتفاقاتی ممکنه بیفته تا زمینگیر بشه؟ ببین، اونی که فریبورز گفت 2 میلیون، 2.5 میلیون تومن دقیقاً گفته فریبورز هم همین، 2.5 میلیون تومن ایدیه که به کارمندان دولت دادن، به پرسنل دادن. بعضی از فرماندهان، اگه خاطرت باشه، شما خودت هم نظامی بودی، بعضی از فرماندهان یه اختیاراتی دارن به عنوان پاداش آخر سال، میان یه هدیه‌ای به پرسنل میدن. این هدیه‌ها از 500,000 تومان تا 2 میلیون تومان بوده که برای کارکنان متعهد 2 میلیون تومانه، برای کارکنان مجرد 1 میلیون تومانه. حداقل نیرو هواییشه که بنده خبر دارم این ارقام پرداخت شده به پرسنل. حتی برای نیمه شعبان 500,000 تومان هم به حساب همه پرسنل ریختن. سرجم اینا رو ما بیایم، حالا همون 2 میلیون تومانی که به عنوان مثلا هدیه دادن با اون 500,000 تومان اگه حساب کنیم میشه 5 میلیون تومان دقیقا پولی که مثلا به هر پرسنل نظامی پرداخت شده. این هم 50 دلار 100 دلار بیشتر نمیشه، فکر کنم کمتر از 100 دلار میشه الان با قیمت امروز که از 60,000 تومان هم گذاشته. اگه شما 100 دلار بخوای حساب کنی، 60,000 تومان حساب کنی، میشه 6 میلیون تومان. 1 میلیون تومان هم از اون حد کمه. به اضافه اینکه این پول حتی مثلا دو تا شلوار نمیشه برای فرزندان این. اونی که پرسنل رو هنوز نگه داشته، یکی اینکه راه دیگه‌ای وجود نداره برای زندگی، یعنی اینی که عرض میکنم برنامه‌ای که نیست که مثلا پرسنل چشمانداز آیندهشون رو بدونن. به اضافه این که انقلاب ملی جایی که باید برسه، نیروی نظامی یک بار فرصت داره از خونه‌هاش بیاد بیرون که پشت ملت بیسته و کار رو تموم کنه. باید انقلاب به اون درصدی برسه، 70% 80%ش برسه، همونجور که شاهزاده هم فرمودن. باز من فکر میکنم یه
تلپاتی بوده. بارها ما این صحبت رو خودت شاهد هستی در اسپیس های مختلف و محافل های مختلف گفتیم، وقتی که باید به یه جایی برسه پرسنل نظامی اومدن بیرون دیگه جایی برگشت ندارن، نمیتونن برگردن تو خونه های سازمانی یا فرداش برن سر کارشون دوباره پس فردا بیان بیرون. خودت میدونی همه بازداشت میشن یا اتفاقات خاصی میفته. وقتی اومدن بیرون باید کارو تموم کنن. این برنامه وجود نداره، این درجه هنوز نرسیده. اون برنامه‌ای که بیان رو پرسنل نظامی کار کنن مثل دو سالی که مثلا طالبان روی ارتش افغانستان کار کرد هنوز وجود نداره، یا مثل اون ترفندایی که خمینی و توده‌ای ها و چپی ها کلن اون موقع برای ارتش پیاده کردن و نفوذ کرده بودن، حتی رفتن افراد رو پیدا کردن لباس مبدل نیرو هوایی تنشون کردن بردن دیدار خمینی، مثلا گفتن خودت نیرو هوایی نمیدونست کدوم بخشش رفته برای تجدید بیعت 19 بهمن. الان اسنادش اومده بیرون که خودشون لباس تهیه کرده بودن، لباس نیرو هوایی افراد شخصی لباس پوشیدن رفتن اونجا عکس گرفتن برای اینکه یه کاری کنن ارتش تسلیم بشه. اینی که من دارم خدمت شما عرض میکنم خیلی خوبه که داره راجبش صحبت میشه، راجب نیروهای مسلح صحبت میشه و پاشنه آشیل نگهدارنده این انقلاب یا این حکومت جمهوری اسلامی نیروهای مسلح. حالا بسیج هم نهایتا اونجوری که ما شنیدیم 1 میلیون 2 میلیون تا 10 میلیون هم بعضا توشون پخش شده، چون اون یه نرم مشخصی نداره. سپاه از کارانه ها میگیره، قطعا وضعش از ارتشیان بهتره، پس پای کار بیشتر میسته. مهم اینه که ما بیایم یه آینده درست و یک برنامه درست به ارتشی ها یا به کلا نیروهای مسلح بگیم آقا فردای پس از جمهوری اسلامی این میشه، کشورمون اینه، اینجوری ساخته میشه، نیروهای مسلحش اینجوری ساخته میشه. الان نمیان مثلا بخوام با تنبیهی طرف رو ببرن توی تیم سوخ 35، چون خودت میدونید که نیرو هوایی بدترین دورانش رو در این روزا داره سپری میکنه. حتی پرسنل حاضر نیستن به هواپیماهای نوعی که قراره بیاد داخل نیرو هوایی برن توی آموزشش و گردان اون هواپیماهای نو قرار بگیرن. این یعنی تقریبا میشه گفت پایان این رژیم. فرصت ها یکی داره به ما چراغ میزنه، باید بلد باشیم این فرصت ها استفاده کنیم. باید بدونیم چجوری سرمایه گذاری کنیم، رو چه بخش های سرمایه گذاری کنیم که بتونیم زودتر بازدهیش داشته باشیم و بر این رژیم به قول معروف پیروز بشیم. این راهی هست که پیش پامونه دیگه، باید ببینیم چیکار میتونیم کنیم. اگر بتونیم رو نیروهای نظامی کار کنیم دغدغه اروپایی هم حل میشه، چون برنامه داریم برای کنترل هرج و مرج بعدش که اروپایی‌ها به شدت ازش وحشت دارن، آمریکایی‌ها به شدت ازش وحشت دارن، میگن منطقه خاورمیانه جای یک هرج و مرج دیگه ای رو نداره. این گفتشون، وقتی این گفتشونه شما اگه برنامه درستی برای نیروهای مسلح داشته باشی و کنترل هرج و مرج داشته باشی قطعا یه خاورمیانه امتری خواهی داشت برای فردای براندازی. اگر اینو ما بتونیم به دو طرف، هم به نیروهای داخل هم به اونایی که مانع پیروز شدن، من نمیگم کمک کنن به پیروزی، مانع پیروز شدن جنبش ها و خیزش های مردم میشن، بقبولینیم که ما برنامه داریم برای فردای ایران و جلوی اون هرج و مرج میگیریم، اون موانعی که به جلوی پای ما میذارن برداشته میشه. این خیلی مهمه. خانم امیرخیزی، فکر میکنید امیدی هستش به پارلمان اروپا و رهبران و مقامات اروپایی که در صورت داشتن چنین برنامه‌ای بشه اون رو برای اونها پرزنت کرد، حداقل معرفی کرد و کمک بیشتری رو از اونها گرفت؟ 100%. من کاملا الان سوال هاست که به هر صورت مخصوصا از بعد از جنبش مهسا که شروع شد از سپتامبر 2022 شما کاملا این مسئله رو میشنوین که یکی از دغدغه های بزرگشون این که بعد از فروپاشی جمهوری اسلامی و رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی آیا جنگ داخلی نمیشه، توی خاورمیانه مشکلی ایجاد نمیشه، و اینا جزء همه نگرانی های که چه کسی قراره این سیستم در واقع انتخابات آزاد رو جلو ببره برای
یک آرامش. اینکه سپاه نباید باشه اصلا تو شکی نیست، اینکه سپاه باید در لیست تروریست قرار بگیره اصلا فکر میکنم هیچ کس باهاش مخالف نیست و یکی از بزرگترین دستاوردهایی که میتونیم داشته باشیم اگر سپاه رو در لیست تروریست قرار بدیم و بتونیم تمام بازوهای جمهوری اسلامی رو قطع کنیم. و من فکر میکنم که ما نیاز داریم، همونطوری که آقای سبزواری عزیز گفتن، باید بتونیم از داخل شکاف داشته باشیم. در واقع فرو ریختن ساختار نظامی سپاه از داخل هم بسیار نیازه. ما برای گذروندن انقلاب نیاز به نیروهای مسلح داریم، چون من فکر میکنم جوانهای امروز ما اونطوری یاد نگرفتن چطوری با اسلحه کار کنن، چطوری از خودشون دفاع کنن. میبینیم که وقتی هر اعتراضاتی که میشه در داخل خیابون بسیار زود میتونن سرکوبشون بکنن و بهشون آسیب برسونن. مثلا همین تعلیم دادیم، دیده نشدیم برای این مسئله. من فکر میکنم برای نگهداری از حفاظت از مردم، حفاظت از کسانی که خواستار براندازی جمهوری اسلامی هستن، ما باید نیروهای نظامی مسلح کنارمون داشته باشیم. من یه نکته عرض کنم خدمت شما در تکمیل فرمایشات بانو امیرخیزی. اینو عرض کنم که در 401 ما دیدیم که بچه ها خیلی خوب عمل میکردن، جوانان واقعا هوشیار و هوشمندانه و واقعا مثل یک گلادیاتور در کار بودن. نکته دوم، تروریستی قرار گرفت. وقت تموم فکر میکنم. نمیشه الان بگم تمومش کنم؟ تروریستی قرار گرفتن سپاهی حسنی که داره تمام این قراردادهای ایران فروشی تحت تاثیر قرار میگیره و جلوش گرفته میشه، از جمله فروش ایران به چین، روسیه و فلان، چون اقتصاد اصلی ایران استخون بندیش دست سپاه پاسداران. این نکته رو فراموش نکن. ممنون، سال خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم. تا برنامه بدرود. سال خوبی داشته باشیم. مردم، من و همرزبانم در ارتش تا آخرین نفس در راستای احقاق حقمان در کنار شما ایستاده ایم. مسئله اول و آخر عدالت آزادی میهن است.